برنامه نام یاد خدا با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و شما را در برنامه جدید کنکور در خانه دعوت می نمایم یا خوش آمدید می گم. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراهی نمایید اما قبل از آغاز برنامه از همه شما دانش آموزان عزیز خواهشمندیم حتما حتما کتاب قلم همراهتان باشد کتاب همراه قلم همراهتان باشد تا نکات خیلی خوب زیبا و کنکوری که برای شما عزیزان ارائه می کنیم حتما حتما آن را یادداشت کنید و در سایتتان را مرور کنید تا بتوانیم تمامی مشکلات را که در دوری آموزشی مخصوصا در مضامین ساینسی داشته باشین با همدیگر بتونیم حل نماییم دوستان عزیز امروز اول قسمتی است برنامه جدید یا برنامه فصل جدید کنکور در خانه که عبارت از فلزات می باشند مرور می کنیم و موضوعاتی که در رابطه با فلزات هستند کدام موضوعات رو باید بخوانیم نخوانیم و نکات کنکوری این موضوعات کدام ها هستند براتون توضیح می دوستان عزیز اولین قسمت از این برنامه را عبارت از بخش های مهم و کنکوری فلزات می باشند فلزات را می خواهیم برتان معرفی کنیم غیر فلزات را همچنان بیدام به ادامه شب فلزات و موضوع دیگهی که بر شما دانش آموزان خواهیم نمودن اول قسمت هستند در رابطه با فلزات می که فلزات چگونه خواست می داشته باشن کدام نکات را باید یاد داشته باشیم و موزادگیش که در ادامه برنامه به شما خوبان و به شما دانش آموزان پیشکش می نمائیم. اول قسمتی از درس امروز ما عبارت از فلزات می باشن ما می بفهمیم مسلما روی فلزات کدام نکات را باید توجه داشته باشیم و کدام موضوعات می باشن اول قسمتی از موضوعات را دوستان در قسمت فلزات مشخصا یک بار میم. شکار می‌کنیم دوستان عزیز مخیم. در رابطه با تعریف فلزات نکته داشته باشیم و به با ادامه از اونا قسمت بعدیش دوستان عزیز ما میخوایم به مشخصا روی استحصال فلزات صحبت کنیم یا تهیه فلزات میباشن استحصال فلزات هست که فلزات رو با کدام شکل میتونیم استخراج کنیم یا فلزات رو با کدام طریق میتونیم اینا رو استفاده نماییم این اصلا از فلزات میباشن و قسمت آخرشان دوستان مفصلا روی نکات کنکوریشان میخوایم با شما خوبان توضیح بیتیم اولین قسمت یا اولین موضوعی که میخوایم با شما صحبت کنیم در رابطه با تعریف فلزات هستن در تعریف فلزات کدام نکات را باید یاد داشته باشیم دوستان عزیز از شما میخواییم که اینی نکات را برای تعریفی از فلزات حتما حتما باید داشته باشیم اولین نکته هستن دوستان فلزات به صورت واضح یا مشخص میگیم مواد هستن یا انصور هستن حادی خوبی برق و حرارت می باشند هستن اولین نکتشان دوستان فلزات رو میگیم با صورت عموم حادی دو بخش می باشند. یک حادی حرارت می باشند و در کنار دوستان عزیز اینا سن حادی خوب برق می باشند. اولین نکته نکته دوم فلزات هستند اکثرا اینا اشاره کردیم گفتیم حادی حرارت و حادی برق می باشند. در کنار از این موزه دیگی که می داشته باشند فلزات اکثرا حالتی جامد می باشند هستند فلزات حالتی جامد ولی جامد کریستالی رو می داشته باشد این نکته دوم از فلزات می باشند. فلزات با صورت واضح میتونه بگیم دارای جلای فلزی میباشند دوستان ببین فلزات دارای جلای فلزی میباشند این نکته بحثا بسیار مهم و اساسی هستند در قسمتی از فلزات باید حتما حتما این نکته رو به شما خوبان و شما کنکوریان ارائه نمود دوستان فلزات دارای جلای فلزی می باشند و نکته بعد بسیار مهم اساسی که هستند فلزات هستند به همچنان گفتیم حادی حرارت حادی برق می باشند فلزات اکثرا حالت جامد کریستالی می داشته باشند فلزات دارای جلای فلزی می باشند فلزات می توانیم از فلزات قابلیت هستند فلزات موادی هستند که قابلیت می باشند اما قابلیت کدام مواد هستند یک قابلیت چکش خوردن ببین دوستان قابلیت چکش خوردن می داشته باشد و در کنار از یاسن فلزات نکته اساسی دیگر هم می داشته باشند قابلیت سیم ساختن را می داشته باشند که در قسمتی از نکات کنکوریشون با شما از این موضوعات را پیشکش خواهیم نمود اما قبل از او میخوایم یک نکته اساسی رو براتون اشاره کنیم بچه‌ها یا تون باشن دانش آموزان عزیز فلزات به صورت خالص یافت نمیشه هر چند ما دو نوع می داشته باشیم یک فلزاتی داریم که به صورت خالص یافت میشه که بنام فلزات نجیبه یاد میشه در موردش خواهیم صحبت کرد اما قبل از اون میخوایم این نکته رو با شما خوبان بگویم با شما کانکوریان بگیم فلزات به صورت خالص یافت نمیشد در طبیعت اما به شکل ترکیبی یافت میشد پس بنابران اولین نکته ای که میخوایم یادآور بسازیم دوستان عزیز استحصال فلزات یا طریقه خالص سازی فلزات میباشن دوستان استحصال فلزات همون عبارت از طریقه خالصسازی فلزات می باشند ببین دوستان طریقه خالصسازی ولی طریقه خالصسازی چی هستن؟ فلزات می باشند دوستان من می این نکته رو به شما خوبان اشاره کنم طریقه خالیسازی فلزات را دو گپ می داشته باشیم یک یکش این نکته هستن طریقه خالیسازی فلزات به نام میتالورژی می یاد متوجه باشین طریقه خالصسازی فلزات به نام میتالورژی یاد میشن ببینید این نکته را حتما حتما باید داشته باشید نکته اول همچنان به شما خوبان به شما دانش آموزان و به شما کانکوریان این نکته را باید اشاره کنیم ببین طریقه خالص سازی فلزات میتالورژیت میشه پس بنابراین ما میتوانیم به صورت واضح مشخص به شما کانکوریان این نکته را یادآور که خود میتالورژی دارای سه مرحله این باشند ببینید دوستان به صورت واضح یا مشخص میتونیم اشاره کنیم میتالورژی به صورت واضح یا مشخص دارا یا حاوی سه مرحله این این سه مرحله عبارت از کدام ها یک یکیشون عبارت از تهیه سنگ معدنی این اولین نکتهشون دوستان ببین تهیه سنگ برش میگیم تهیه سنگ معدنی هستند این اولین نکته زینا میباشند نکته دوم استحصال فلزات یا میتالورژی دوستان عزیز ای نکته دوسان. این نکته این باشن استحصال فلزات بهش میگیم دوستان این هستن تهیه سنگ معدنی و استحصال فلزات بهش میگیم و نکته شماره چندو میشن هستن سوم از اینا نکته سوم بسا بسیار مهم و اساسی که عبارت از کدام نکته این عبارت از تصفیه فلزات می باشن. پس پس بنابراین ما اینی نقطه، اینی نکات را برای میتالورژی یا سه سال فلزات باید باید داشته باشیم نکته اولشان تهیه سنگ مردنی نکته دوم استثال فلزات و نکته شماره چندم سواد تصفیه فلزات می باشند پس بنابراین یک بار خیلی کوتاه این نکات را مرور می کنیم و بر می گردیم با نکته بعدی و نکته اساسی در قسمت فلزات می باشند پس می گیم فلزات تعریف فلزات فلزات مواد یعنی حادی حرارت حادی برق می باشند فلزات اکثرا جامد می باشند با حالت کریستالی افت می شود فلزات کلا جلای فلزی می باشند فلزات قابلیت چکش خوردن و سیم ساختن رو می داشته باشد نکته بعد استحصال فلزات فلزات را به صورت واضح می گیم به صورت خالص یافت نمی شن به صورت ترکیبی یافت می بنابراین دوستان طریقه خالص سازی فلزات به نام متالورژی می شود و مشخصا متالورژی دارای سه بخش می دارای سه بخش می بوشن. که عبارتند از یک تهیه سنگ مدنی، دوم استحصال فلزات و سوم تصفیه فلزات می باشند این نکات بود این موضوعات بود که به شما خوبان ایراد کردیم موضوع بعدیش برمیگردیم در قسمت بس و بسیار مهم و نکات کنکوری هستین دوستان ما می‌خوایم خیلی زود تخت پاک کنم و برگردیم به نکات کانکوری فلزات ببینیم که نکات کانکوری فلزات کدام قسمت ها یا کدام موضوعات می داشته باشند و شما دانش آموزان خواهش می حتما حتما کتاب و قلم همراه خود داشته باشین تا نکات کانکوری و خوب را که به شما خوبان پیشکش می نمائیم حتما حتما اونا را به خاطر بسپارین نکات کانکوری فلزات این موضوعاتی هستند که شامل باشند دوستان ببینید در قسمت نکات کنکوریشان هستند حتما این موضوعات را باید داشته باشین اولین قسمتشان دوستان عزیز ببین این موضوعات میباشند هستند موضوع اولشان هستند یادت باشد از یادتان نرود فلزات 80 فیصد جدول را تشکیل میتن پس اولین نکتیشان دوستان ببین فلزات 80 فیصد 80 فیصد فلزات جدول را تشکیل میدن این اولین نکتیشان هستند فلزات استفاده های بسیار زیاد می داشته باشند پس به اشاره کردیم گفتیم 80 فیصد جدول را فلزات تشکیل می این اولین نکته از اینان باشند نکته دوم استفاده از فلزات می باشند فلزات استفاده های بسیار زیاد می داشته باشند که به طور میانگین یا به طور آسطون بعض از اونها رو اشاره می کنیم. اول قسمتشون دوستان از فلز وینادیم و در کنار از او فلز مکنیزیم از این دو تا فلز یکیشان حاوی فلز وینادیم هست و یکشان هم از اینا در ساختن بدنی تیاره استفاده میشه دوستان ببین از اینا در ساختن ولی ساختنی چی هستن؟ بدنی تیاره استفاده میکنیم اولین نکتهشون هستن نکته بعدیش دوستان عزیز از فلزات هستن وینادیم با مزرد از فلز تیتانیم برای از استفاده میشن دوستان از فلز تیتانیم از فلز تیتانیم و هم در ساختن بدنی تیاره استفاده میشن از فلز وینادیم هم می داشته باشیم از اینا به حیث کتالیست استفاده می کنیم دوستان به حیث کتالیست استفاده می شود این نکته دوم می شود. نکته بعدش هستن همچنان می توان اشاره کرد در قسمت از اینا که می باشند. دوستان پس گفتیم از تیتانیم و مگنزیم در ساختن بدنه تیاره استفاده می شود از فلز وینادیم به حیث کتالیست استفاده می شود همچنان از فلزات دیگه ایشون هستن مثل فلزات بریلیم از فلز بریلیم می توانیم در دو قسمت استفاده کرده هستن یک از اینا هستن خوبان از فلز برا بریلیم, یکشان هستن. اینا در ساختن راکت و سفینه فضایی استفاده می شن هستند ببین از اینا می پس اشاره کنیم در ساختن راکت و سفینه اما کدام سفینه سفینه فضایی استفاده می کنند. یک نکتهشان هستند همچنان از هسته بریلیم در تعاملات حسوی استفاده می شوند از هسته ولی هسته چی گفتیم دوستان از هسته انصور بریلیم در تاملات. اما کدام تاملات؟ تعاملات حسوی استفاده می کنند این نکته از این باشن. نکات دیگه که می توانیم به صورت خالص به صورت آن به شما خوبان و شما کانکوریان و به شما دانش آموزان عزیز اشاره کرد این قسمت می باشند قسمت دیگه که کسان دوستان ما می توانیم به صورت واضح بگیم دوستان فلزات هستن همچنان از سه انصر یکیشان هستند فلز نقره به ادامهش هستند فلز طلا و همچنان دوستان عزیز از فلز پلاتین از این سه انصر هم می توانیم به صورت واضح یا مشخص اینی موضوعات رو اشاره کنیم ببین فلز نقره گفتیم فلز طلا گفتیم و پلاتین از این سی انسور هم هستن دو تا استفاده می داشته باشیم یکیشان وسایل زنتی هستن یک از اینا به صورت واضح یا مشخص میگیم وسایل زنتی استفاده میکنه یکشان همچنان از این سه فلز دوستان عزیز همچنان به عنوان پشتیبانی پول اکثر کشورها نیست استفاده میشن پشتبانی پول هم از اینا استفاده می شوند ای فلزات از اینها باشند. موضوعات دیگه که در قسمت و نکات کانکوری فلزات حتما حتما باید داشته باشین این ای موضوعات می باشند دوستان نکته دیگه از اینا اساسیشون هستن این قسمت برتون میگم همچنان فلز دیگه ما داشته باشیم به نام فریم هستن از فریم فریم در ترکیب خون هست در ترکیب هیموگلوبین هیموگلوبین خون میتون استفاده کرد دوستا ببینید هستن فریم در ترکیب میباشن اما ترکیب چی هستن ترکیب خون در ترکیب خون این سهم می داشته باشد فلز دیگه که از اینا حتما حتما باید داشته باشیم دوستا موضوع دیگه اش فلزات را اشاره کردیم قابلیت سیم ساختن را می داشته باشند اما کدام فلز فلزی که قابلیت سیم ساختن را دارد فلز پلاتین می باشند دوستا صورت واضح می تونیم این نکته را اشاره کنیم ببین مثلا این فلز فلز پلاتین می باشند از فلز پلاتین قابلیت سیم ساختن را دارد طوری که از یک کیلوگرمش متوجه باشین کانکوریان عزیز ببینن از یک کیلوگرم فلز پلاتین سیم ساخته می شون. اما چه مقدار سیم سیمی به اندازه طول خط استوا ساخته می شوند دوستان ببین از یک کیلوگرم فلز پلاتین از یک کیلوگرم فلز, فلز, پلاتین سیمی به اندازه ولی به اندازه چی هستن به اندازه طول اما طول چی طول خط استوا ساخته می شوند از یک کیلوگرم فلز پلاتین سیمی به اندازه طول خط استوا ساخته می شوند همچنان نکته دیگی که حتما حتما باید اشاره کرد این موضوع اساسی باشند دوستان ببین فلزات هستن همچنان میتونیم بگیم قابلیت سیم ساختن را دارد یا قابلیت ورق شدن یا تورق را می داشته باشند طوری که از فلز ولی کدام فلز فلز طلا از فلز طلا ورق بسیار نازوک ساخته میشوند از فلز طلا ورق نازوک ساخته میشوند ببین ببینید از فلز طلا ولی کدام فلز فلز طلا ورق نازوک ساخته میشن این ورق به حد نازک میباشن که نور عبور می نماید از فلز طلا ورق های بسیار نازوک ساخته میشه که قابلیت عبور نور را هم می داشته باشند و به عنوان نکته آخر در این موضوع باید اشاره کنیم از فلز جست یا بهتر میتونیم بگیم دوستان جست در بیش از 150 مرکب حیاتی بدن انسان نقش می داشته باشند فلز ولی کدام فلز فلز جست در بیش از 150 مرکب حیاتی بدن انسان در بیش از از 150 مرکب ولی کدام مرکب مرکب حیاتی بدن نقش می داشته باشند دوستان این موضوعاتی بود که به شما خوبان اشاره کردیم به صورت واضی یا مشخص این نکات را حتما شما یاد داشته باشین نکات کانکوریشان خیلی کوتاه یک بار مرور میکنیم تا موضوعات کانکوری را شما خوب خوب بسیار زیبا عالی یاد بگیرید دوستان ببینید فلزات گفتیم 80 فیصد جدول را تشکیل میداد نکته اول نکته دوم فلزی تیتان و مگنزیم در ساختن بدنی تیاره کار میگیرن که ما از این سوال فارم داشتیم دوستان حتما حتما اینار رو داشته باش نکته دوم با. نکته بعدیش فلز وینادیم به حیث کتالیست کار گرفته میشن حتما اینه می که سوال فارم ها هستن حتما باید داشته باشین اما سوالی که هنوز در فارم نموده عبارت از فلز بریلیم میباشن استفادهشون می باشند دوستان که ما هنوز سوال کنکور قسمت نداشت نمیداشته باشیم نداشتیم حتما این موضوع بگیر در سالهای بعد اگر سوال کنکور قسمت بیاید شما حتما یاد داشته باشین فلز بریلیم دو تا وظیفه داره یک ساختن راکت و سفینه فضایی استفاده میشن و استفاده دومش از حسی بریلیم یا از حسی فلز بریلیوم در تعاملات حسوی کار میگیرن این نکته است فلز نقره طلا و پلاتین اما نکته دیگر حتما حتما باید داشته باشند که فلز نقره درجه اول هادی برق نیست می باشن. این هستند درجه اول ولی درجه اول چی اشاره کردیم هادی می باشند اصلا. فلز نقره متوجه باشین دانش آموزان اشتباه نشه از پیشتون در کنکور حتما حتما این نکته رو بفهمین فلز نقره در اول هادی برق می باشند. ولی همچنان از فلز نقره فلز طلا و پلاتین دو تا استفاده میشن یک وسایل زینتی مثل انگشتر مثل گردن بند و خیلی موزاد دیگر همچنان به عنوان پشتبانی پول اکثر کشورها نیز استفاده میشه موزه دیگهش که سن فریم فریم در ترکیب خون هست اما در کدام قسمت از ترکیب خون در ترکیب هیموگلوبین خون استفاده می شود فلز پلاتین دوستان حتما باید داشته باشین فلزات گفتیم قابل سیم ساختن را دارد طوری که از یک کیلوگرم از یک کیلوگرم فلز پلاتین سیم به اندازه طول خط استوا ساخته می شود و نکته بعدش دوستان فلزات قابلیت چکش خوردن و سیم ساختن و تورق شدن را دارد طوری که از فلز طلا فلز طلا ورقای بسیار نازک ساخته میشه که میتوان نور ازش عبور کرد و نکته آخر در قسمت فلزات حتما باید داشته باشین که فلز جست در بیش از 150 مرکب حیاتی بدن انسان سهم می باشد این موضوعات بود که به شما خوبان اشاره کردیم و قسمتی دیگیش که هستند به شما خوبان میخوایم این موضوعات را اشاره کنیم که فلزات کدام گروپ ها می کدام گروپ ها نمی و کدام موضوعات را برتون در بر میگیره کدام موضوعات دربر این نکاتی بود که به شما خوبان گفتیم و نکته دیگیش هستن دوستان عزیز طریق خالص سازی شونا گفتیم برتون توضیح دادیم حالا برمیگردیم به فلزات نجیبه اگر یاد شما دانش آموزان بوده باشد ما این نکته را گفتیم فلزات به صورت دو نام می‌باشند یک فلزات خالص که بران فلزات نجیبه میشن یک فلزات ترکیبی که به صورت خالص یا مخ... خالص یافت نمیشه ترکیبی یافت میشه که ترقی خالص ساختن همین فلزات بنام نام بود و اشاره کردیم که میتالورژی به صورت واضح یا مشخص سه مرحله داشت حال برمیگردیم به فلزات نجیبه میخوایم بفهمیم این فلزات نجیبه کدام ها هست کدام ها نیست چه کار میکند چه کار نمیکند چند تا می داشته باشیم هنوز سوال فارم از این قسمت نمی داشته باشیم هنوز نورد ولی اگر آمد حتما حتما باید داشته باشیم که این فلزات دارای همچین خصوصیاتی می باشن. خصوصیات این فلزات را من به شما خوبان و به شما دانش آموزان عزیز ارائه می کنم ارائه می و بفهمیم که کدام نکات را در قسمت فلزاتی نجیبه باید به یاد داشته باشیم نکته اول به یاد داشته باشیم فلزات نجیبه فلزات نجیبه فلزاتیان هستند که در طبیعت به شکل خالص یافت میشوند، شوند یا که در طبیعت به شکل خالص یافت می شون. و این فلزات را به نام فلزات نادره زمین نیز یاد می نمائن. که شامل کدام عناصر هستند شامل عناصر طلا هست عنصر نقره می باشند نقره عنصر میس می باشند عنصر بیسموت می باشند پلاتین می باشند و پالادیم می باشند این یه عناصر عناصر از عناصر کدام عنصر هست عناصر فلزات نجیبه هستند که به صورت خالص یافت می شوند فلزات نجیبه را به نام فلزات نادری زمین نیز یاد می نمایم. حال بر می به این موضوع که کدام گروپ ها عبارت از فلزات می باشند دوستان عزیز باید داشته باشین گروپ اول گروپ دوم و گروپ سوم اصلی اینا فلزات می باشند در اولین قسمتشان ما بر می به نکته اساسی عبارت از فلزات می باشند اما کدام فلزات؟ فلزات گروپ اول را به شما خوبان ارائه می نماییم پس بنابراین با ما باشین و این موضوعات را به خاطر بسپارین تا مشکلات شما خوبان و شما کنکوریان شما دانش آموزان در کنکور به صورت صد فیصد حل گردد اولین نکته از دوستان اولین نکتهشان یا اولین قسمتشان عبارت از فلزات می خوانیم ولی کدام فلزات می باشند؟ فلزات گروپ اول ولی اولی چی هستن دوستان؟ فلزات گروپ اول یا مشخصات فلزات گروپ اول خیلی خوب دوستان عزیز ما میخوایم بفهمیم فلزات گروپ اول دارا یا حاوی کدام مشخصات باشند؟ فلزات گروپ اول حاوی کدام مشخصات هست کدام مشخصات نیست پس میتوانیم عنوان درس را قسمی برتون اشاره کنیم دوستان مشخصات فلزات باشند. اما کدام فلزات فلزات گروپ اول ولی اولی چی هستن اصلی می باشند. خیلی خوب پس بنابراین مشخصات فلزات گروپ اول کدام ها هستن دوستان عزیز خاطر داشته باشین این موضوعات را برای عناصر گروپ اول حتما حتما بخاطر بسپارین اولین نکته شون اولین نکته شان که خیلی برای ما مهم است نام از این فلزات می باشن. نکته دومشان دوستان ساختمان این فلزات می باشن. نکته سومشان دوستان عزیز نامشان گفتیم ساختمان الکترونی از اینا عناصر شامل در از این گروپ می عناصر شاملشان کدام ها هستن موضوع بعدش دوستان خواص از اینا هستن خواص کدامشان دو تا خواص فیزیکیشان هستن و خواص کیمیاوی از اینا که هستن ببین دو تا نکته خواص فیزیکی و خواص کیمیاوی از اینا باشن بعدش برمیگردیم این عناصر حالتشان کدام می باشند و نکات اضافی که به عنوان این نکته آخری با شما پیشکش میکنیم کنیم از نکته کانکوریشان می باشند اولین نکته، اولین موضوع، اولین سخن، اولین گپ دوستان از فلزات گروپ اول این فلزات می باشند، نام از اینا باید داشته باشین، فلزات گروپ اول بنام فلزات القلیت میشن پس پس بنابراین، بخاطر بسپارین، فلزات گروه اول فلزات می باشن ما یک سوال فارم از این قسمت داریم این موضوع یک سوال فارم می داشته باشیم پس اناسور گروه اول به نام فلزات یاد ولی کدام فلزات فلزات یاد این اول نکته سن باشند. باشن گروه اول نکته بعدیش به خاطر بسپارید ساختمان الکترونی از اینا هستن ساختمان الکترونیشان NS یک الکترون می باشن. عناصر شامل در قسمت کدام هست اما نکته اول قبل از که اون نکته رو باید بفهمیم این نکته رو باید به خاطر بسپاریم عناصر گروه اول چون در مدار خیر خود حاوی یک تا الکترون است پس یک تا الکترون میتونه ببازد پس چارجشان مثبت یک میباشند این نکته اولشان هستند حتما حتما این موضوع این نکته اولشان هستند نکته دوم باز هم یک, یک می نویسیم اما یک اول دوم فرقشان چیه اولشان که هستند عبارت از نمبر چارچ یا نمبر اکسیدیشن هستن هستند نکته دومش چی هستن از ولانس می باشن. پس بنابر آن بخاطر خاطر داشته باشین دانش آموزان عزیز کانکوریان عزیز و کسایی دانش آموزانی و کسانی که میخوان امتحان بیتن می سالهای بعد حتما این موضوع رو داشته باشن عناصر گروه اول نمبر اکسیدیشن یا چارش مثبت یک بوده و ولانس از هم یک می باشند خاطر بسپارین که ولانس علامی مثبت یا منفی نمی داشته باشند اما نکته که بسیار مهم هستند عناصر شامل در این گروپ کدام ها می باشند خاطر بسپارین عناصری که شامل در این گروپ می باشند شامل کدام عناصر هستند حاوی هیدروژن هست یک حاوی عنصر بعدیش لیتیم می باشند عنصر بعدی از اینا که هستند شامل سدیم می باشند انصار بعدیشان اصلا شامل پوتاشیم می باشند انصار بعدیش شامل روبودیم می باشن انصار بعدی سیزیم هست و فرانسیم می باشند اینی انصار انصار گروپ اول اصلی هم می باشن. و اینجا ما یک سوال فارم داریم حتما این سوال را به خاطر بسپارین اگر امسال سوال تکرار بیاد یا سالهای بعد تکرار آمد ایر باید داشته باشین ببینید من سه تا این نکته رو میخوام به شما واضح بسازم اگر از شما بخواید که فلزات گروه اول اگر از شما خواست فلزات گروپ اول باش این ایر ای 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 خواستر می سازم دوستان ببین اگر از شما بخواید، فلزات گروپ اول از شروع میشه از این قسمت شروع میشه این اصلا این اصلا. فلزات گروپ اول از پیرید دوم شروع میشن، پیرید دوم هاوی چی لیتیم هست، سودیم هست، پوتاشیم هست، روبودیم هست، سیزیم و با خاطر بسپارین ما یک سال فارم داریم از قسمت اگر سال تکرار به حتما حتما باید داشته باشین فلزات فلزات گروه اول از پیریود دوم که حاوی لیتیم است شروع میشه اما اگر از شما بخواید عناصر گروپ اول کدام هست اینو بسپار اینو باید داشته باش عناصر گروپ اول شامل هیدروژن است لیتیم است سدیم پتاسیم روبودیم سیزیم فرانسیم و اگر از شما خواست اگر از شما خواست که فلزات گروپ اول از کجا شروع میشد باز میتونید از لیتیم شروع میشد موضوعات بعدی این در رابطه با عناصر گروپ اول که شامل خواص فیزیکی است حالتشان و نکات کنکوریش هستن ان میگذاریم و درس های بعد روزهای بعد حتما حتما اینا رو با شما دانش آموزان عزیز شریک هم ساخت و شما می توانید سوالاتی داشته باشین و پیشنهاداتی برای بهبود برنامه داشته باشین حتما حتما از طریق صفحه رسمی کنکور در خانه و یا کانال تلگرام با ما شریک بسازین تا بتونیم این برنامه را به شما خوبان به شما دانش آموزان عزیز بهتر ایران مایم تا دیدار بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و لایزال میسپاریم تا